وزیر امور خارجه روسیه میگوید هنوز مشخص نیست چه گروه‌هایی در نشست پیشنهادی آن کشور شرکت خواهند کرد، اما پیشاپیش هشداری داد. تی کتو ودروگ رشید نی участвует в этом. آنهایی که تصمیم میگیرند در این تجمع شرکت نکنند، موقعیت خود در روند مذاکرات صلح را به طور کل از دست خواهند داد. اما وزیر امور خارجه آمریکا در ملاقات با نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب برای بحران سوریه اظهار امیدواری کرد که طرح روسیه برای حل این بحران تقریبا 4 ساله کمک کند. از 2 هفته قبل اعلام شد روسیه می‌خواهد 2 طرف اختلاف سوریه را دور یک میز جمع کند. ابتدا مخالفان داخل و خارج از کشور را گرد هم آورد و سپس مخالفان از یک سو و نمایندگان دولت بشار اسد رئیس جمهوری از سوی دیگر، و مکان مذاکرات مسکو خواهد بود. هدف اصلی هم تشکیل یک دولت انتقالی تا زمینه برای متوقف شدن درگیری فراهم شود. استفان د میستورا به عنوان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب نیز در آن جلسات شرکت خواهد داشت. آقای کری برای نماینده بین المللی آرزوی موفقیت کرد، خصوصاً در برقراری آتش‌بس در یک منطقه پس از دیگری. حلب اولین شهر در فهرست این دستور کار است. آقای کری خاطر نشان کرد که علی‌رغم تحولات متعدد جهان، سوریه هنوز در صدر اولویت‌های آمریکا است. مدت هاست آقای د میستورا سعی دارد 2 طرف درگیری در حلب را مجاب به آتش بس کند. در گفتگو با آقای کری او بر اهمیت آغاز آتش بس در حلب تاکید گذاشت، زیرا که به گفته او آن شهر نمادی برای شروع هر حرکتی و الگویی برای ادامه آن شده است. آقای کری هم مسئولیت موفقیت تلاش صلح را بر شانه رئیس جمهوری سوریه گذاشت و گفت بشار اسد است که باید به مردم خود فکر کند و اینکه تصمیم‌های اسد عواقب دارند. یکی از آنها جذب روزافزون تروریست به سوریه که می‌خواهند او را از قدرت سرنگون کنند. گیتا آریان، صدای آمریکا.